افشاگری محمود قربانی از رابطه عاشقانه گوگوش و رها اعتمادی حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آقای محمود قربانی، همسر اول و سابق خانم گوگوش، در افشاگری های جدیدشون بر علیه خانم گوگوش گفتند خجالت بکش زن، شرم بر تو. تو برای مردم ایران چی کار کردی؟ تو چقدر از مردمت حمایت کردی؟ چقدر از جوانای وطنت برای کشف استعدادشون حمایت کردی؟ یکم از داریوش یاد بگیر که با اون همه سختی که در زندگی گذشتش داشت اومد چی کار کرد و برای مردمش چطور جبران کرد تا میتونه توی کارهای خیر از مردم حمایت میکنه، توی مشکلات مردم بهشون پول میرسونه. اما تو چی؟ تو متاسفانه فقط و فقط به فکر قاچاق مواد هستی، اونم برای رها. مود قربانی در افشاگری هاش اعلام کرد اگه سعی به پرونده رها اعتمادی بزنید، خواهید دید که رها اعتمادی علاوه بر این که یک پرونده بچه بازی در سوئد داره، بلکه پرونده قاچاق مواد مخدر هم داره و گوگوش از طریق پولهای گوگوش قاچاق مواد مخدر هم میکنه. این تنها گفته آقای محمود قربانی نیست، بلکه احلام، یکی از خوانندگان مشهور کشورمون، هم همین قضیه رو بر علیه گوگوش و رها اعتمادی اعلام و افشا کرده. چندی پیش خواننده مشهور کشورمون احلام با منتشر کردن یک ویدیو و حتی با منتشر کردن یک استوری در پیج اینستاگرامش نوشت این عوضی گوگوش 500 هزار دلار ریخته تو جیب دوست پسرش رها اعتمادی. لام در ادامه نوشت این زنی که یه 70 ساله از استعداد بازیگریش همه جا استفاده کرده و شما مردمی که پای استیج این پول پرست نشستین و بعد از شعار دادن و اشکای تمساش باهاش قردادین چقدر کثیف هستین. مردم بچه 15 ساله زیر خاک کردن، خاک به کل وجودتون. این گوگوش عوضی 500 هزار دلارشو گرفته گذاشته تو جیب دوست پسر 35 سالش رها اعتمادی. شما چقدر بدبختین که میرین تیکت این انو میخرین، اونم تو شرایطی که همه جوان از دست دادیم. محمود قربانی هم همچنین در ادامه افشاگری هاشون بر علیه گوگوش گفتند این زنی که چشماش کور شده و همه کاری برای رها میکنه، اصلا یه بار شده تو کارای خیر برای مردم ایران قدمی برداره، یه پولی برای مردم ایران بفرسته، فقط و فقط به فکر سوء استفاده از احساسات مردمه. اصلا یه بار شده که به درد مردم ایران بخوره و کاری برای مردم بیگناه ایران در داخل کشور انجام بده؟ نه. چرا؟ چون گوگوش فقط به فکر خودش و شوهر جدیدشه. میاد همه شوهراشو بد میکنه پیش مردم، از همه بد میگه، فقط این شوهر آخریش، همین شوهر جدیدش راه اعتمادی رو پیش همه تعریف میکنه. آخه همه بدن، فقط این یک مرد که دیوس فقط خوب از آب در اومد. آخه زنی که تو به پسرتم رحم نکردی، تو به نوادم رحم نکردی، تو چطور دلت میخواد به حال مردم ایران بسوزه؟ تو بدترین شرایط هم گفتی من کنسرتامو اجرا میکنم، اگر اجرا نکنم به ضررم تموم میشه و در واقع حالات مردم چه ربطی به من داره؟ من باید به فکر پول درآوردن باشم. آخه زنی که اگه تو برای این مردم میخونی باید به فکر مشکلاتشون هم باشی. خود قربانی گفت اگه یه نگاهی به قیمت بلیت های کنسرت های گوگوش کنید متوجه پول پرستی و خونخواری این زنی که پول پرست شوهردوز میشید. میدونید که یکی از تخصص های گوگوش علاوه بر خوانندگی و بازیگری شوهردوزیه. متاسفم که باید بگم مادر بچمه، گرچه من همچنان عاشقشم و دوستش دارم، گرچه هرگز برای پسرم مادری نکرده، اما نباید بگذاریم که لامصب خوش صداست، خوشگله، ولی بیرحم و بیوجدانه، فقط و فقط به فکر پول درآوردن برای رها اعتمادی دیوسه. محمود قربانی در افشاگری هاش گفت الان میاد میگه من اسطوره‌ام، من نمبر وان موسیقی ایرانم. بابا اگه من نبودم تو الان کجا بودی؟
توی شهناز تهرانی بیشتر نبودی، باید الان میرفتی تو کاوره های ترکیه با التماس میذاشتن یه صدا بخونی، یه دهن بخونی. پولای منو بدبخت بود که تو رو میورد بهترین جاهای اروپا و آمریکا تو کنسرت بذاری. یادت رفته اون روزا توی کاباره میامی وقتی میومدی اجرا کنی حداقل تو بک‌گراندت 40 نفر در اختیارت بودن که برات ساز میزدن. وقتی میبردم تورای آمریکا و اروپا همه نوازندهایی که میخواستی و میبردم حقوقشون جدا بود، هزینه رفت و آمدشون، پول هتلشون و خورد و خوراکشون، همه اینا رو کی تامین میکرد؟ من بدبخت محمود قربانی. آیا الان شوهر جدیدت رها اعتمادی هم همین کارهایی که من کردم و یکیشو برات انجام میده؟ خجالت بکشتن اگه من به چیزی نمیگم، حداقل حرمت خودتو حفظ کن، نذار دهنم باز بشه، نذار که دهنم باز بشه و بگم که تو یک زن هوسرانی، فقط و فقط داری مردم رو گول میزنی و با فالش خونید سعی میکنی که احساسات مردم بازی کنی و از خود یه اسطوره علکی و بیخودی بسازی. همه باید بدونن که تو زندگیت صفرم نیستی. درسته توی موسیقی خوش صدایی و سدی، اما تو زندگیت صفرم نیستی. هرگز فراموش نکن که کی تو رو به اینجا رسونده. من و امثال من، حتی شوهرهای قبلیت هم بهت کمک کردم. مسعود کیمیایی با همه مخالفتهایی که باهاش دارم، حتی اونم در موفقیت تو سهیم بوده. فقط دو سه تا از شوهرات سرت کلا گذاشتن و تو رو بدبخت و بیابرو کردن. یکیش اون مردی که خدا نشناس بهروز وثوقی ناموس‌دوز بود، یکیش این رها اعتمادی کثافت دریوس بی پدر مادر، و اون یکی همایون مصداقی که تو رو کرد یه معتاد مفنگی. حواست باشه گوگوش، آدم هایی که تو رو موفق کردن و هرگز فراموش نکن. گرچه تو یک آدم بسیار کثیف و نمک نشناس هستی، کل پولای مردم رو ازشون توی کنسرت ها گرفتی و دادی برای رها اعتمادی، برای قاچاق مواد مخدر سرمایه گذاری میکنی. خجالت بکش و نگو که نمیدونی که رها اعتمادی قاچاقچی مواد مخدر نیست. نگو که رها تو اروپا آمریکاست و از این کارو اصلا نمیتونه انجام بده. نگو گوشان، خودت میدونی که با مافیایی که سر و کار داری، با سرمایه‌ای که به رها دادی، پول ملت شریف ایرانو به کنسرت ازشون گرفتی و داری در این کار سرمایه گذاری میکنی به اصطلاح خودت، نگو که از هیچی خبر نداری. متاسفم برات، فقط و فقط برات عشق مهمه، عشق به رها اعتمادی. برات مهم نیست که اون چه کثافتی و چه کثافتی داره به زندگی جوانای دنیا میزنه، تو هم یک کثافتی بیش نیستی. اینم صحبت های محمود قربانی بر علیه گوگوش بود. دوستان عزیز، لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانالمون رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیو رو ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید و حتماً و لطفاً لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو برای دوستاتون در گروه‌های ایرانیان مقیم آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک، انگلیس و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. تا یک ویدیوی بعد، شب و روز بر شما عزیزان خوش.